تو این ویدیو 25 تا از آلبومای کوتاه رپ فارسی که قابل تقدیر و قابل گوش دادن به مدت فراوان هستن رو لیست کردیم. چون هیچ سازمانی نداریم که کوتاه و بلند بودن آلبوم ها رو اعلام کنه، آلبوم ها با 8 ترک و پایین‌تر رو کوتاه حساب کردیم. این آلبوم ها هم که انتخاب کردیم شاید یه مقدار سلیقه‌ای باشه، ولی بیشک آلبوم های خوبی هستن. پس خواستید گوش بدید. لایک و ساب کنید تا بریم واسه ادامه ویدیو. شماره 25، پرورش از صادق و تیدی. یه زمان صادق و تیدی زیاد همکاری میکردن و آلبوم کوتاه پرورش سگانه عالی است که حاصل همکاری این دوتاست. شماره 24، پرستیج از سیجل و ددان. ددان یکی از بهترین استعدادهای رپ فارسی بوده و هست و ترکیبشون با سیجل تو آلبوم کوتاه پرستیج هم عالی بود. شماره 23، شهر از ناطق. ناطق یکی از اعضای گارد و مرکز رکورد بود که تو آهنگ زیر پام از امیر خلوت هم حضور داشت. این آلبوم کوتاه هم مربوط به همون دوران عروج اوج گروه گارد است. شماره 22، بنفشه از جیدال و مدگر. شاید میشد آلبوم ستاره سهر رو جای این آلبوم تو این لیست گذاشت، ولی واقعا حیف میشد اگه این آلبوم نباشه. درسته جفتشون کسیرن، ولی این آلبوم خوبه واقعا. شماره 21، تخگاز از بهزاد لیتو. احتمالا منظورش تخت گاز اشتباه نوشتن. این آلبوم کوتاه مربوط به زمانی که بهزاد لیتو با اعضای زد بازی به هم زده بود، ولی خب چیزی از ارزش های این آلبوم چیزی از ارزش های این آلبوم کوتاه کم نمیشه. شماره 20، آدم بروی از امین تی جی. امین تی جی یکی از فعالترین رپرهای حال حاضر ایرانه و آهنگ ها و آلبوم هاش هم هر روز بهتر از دیروز میشن. آلبوم کوتاه آدم بروی یکی از تولیدات خوب تی جی هست. شماره 19، نبض از فرشاد. احتمالاً فرشاد underrated ترین رپر ایران باشه. آلبوم کوتاه نبض شاید از سایر آلبوماش ضعیف‌تر باشه، ولی مطمئناً آلبوم خوبیه. شماره 18، په از پوری. آلبوم کوتاه په اولین آلبوم پوری است که پله‌ای واسه معروف‌تر شدنش هم بود و مربوط به زمانی بود که هنوز با هیپابولوژیست و ایلاکه دوست بود. شماره 17، خط و نشون از مرجاک و مسلک. مرجاک و مسلک رپرهایی هستن که خیلی به چشم نمیان و اخیرا هم مرجاک از هر سه چهار تا چرت و پرتی که میگی دو سه تاش مزخرف. مرجاک و مسلک رپرهایی هستن که خیلی به چشم نمیان و اخیرا هم مرجاکی دیس به مسلک داد. از شخصیت کیری و خای مال مرجاک هم که بگذریم، این آلبوم کوتاه دو نفره آلبوم خوبی بود. شماره 16، سرگیجه از سویل سرب. این دومین حضور سویل سرب تو ویدیوهای ماست و واسه اینکه این آلبوم رو بذاریم تو لیست، آلبومای صادق و شایع و جیدال رو خط زدیم. پس دیگه خودتون بفهمید چه جور آلبومیه. شماره 15، ولفی از پوبون. این آلبوم تنها پروژه‌ای از پوبون هست که گوش کردم و به نظرم واقعا ارزشش رو داشت که تو این لیست باشه. واسه همین گذاشتم تا شما هم تحریک بشید و گوش بدید. شماره 14، کپسول از هیپاپولوژیست. خیلی ها معتقدن این قوی ترین پروژه سروش هیپاپولوژیسته و خیلی قوی تر از لیکشت و نسخه هست. وای حاجی، اسم نسخه رو ریدم از اول. Stop it. Get some help. خیلی ها معتقدن این قوی ترین پروژه سروش هیپاپولوژیسته. وای زن تو گایدم پوریا، یه مثل درست حسابی نده بابا. علائم سجاوندی رو رعایت کنید تو رو خدا. از اول، خیلی هم معتقدن این قوی ترین پروژه سروش هیپاپولوژیسته و خیلی قوی تر از لیکشت و نسخه هست. نسخه هست. اینا یه ویرگول باید میذاشتی کنارش. حالا ما که این اعتقاد رو داریم یا نه مهم نیست، ولی این آلبوم باید تو این لیست میبود. شماره 13، فراق و فارغ از کابوس. کابوس شاید یه رپر کسکلک باشه، ولی تولیدات و آهنگاش خیلی با شخصیتش متفاوته. این آلبوم کوتاه هم پیشنهاد میشه.
شماره 12 انجام وظیفه از ملتفت. فکر کنم این اولین آلبوم از گروه ملتفت باشه که همه اعضا به اضافه ریول توش هستن. شماره 11 فکر و خیال از سپر خلصه. یه زمانی اوج خلاقیت چنلای رپی این بود که از خلصه بخوان برگرده به دوران فکر و خیال. آلبوم فکر و خیال اولین آلبوم خلصه است که توش با رز هم فیت داره و قبل اینه که با زد بازی ارتباط بگیره. شماره 10 یک سین از سهراب ام جی. اولین آلبوم سهراب ام جی که توش با هیدن و لیتو هم فیت داره همین آلبومه. آلبوم با آهنگسازی علیرضا جی جی است. شماره 9 قبیله دگران از تهم. قبیله دگران تو رفتی دگر وایدی از قبیله دگران تهم یکی از خلاقانه ترین آلبوم های رپ فارسی و احتمالاً بهترین مورد آلتر ایگو ها تو رپ فارسی باشه. این اولین بار بود که تهم آلتر ایگو هاش رو نشون میداد. شماره 8 رنگی از رز. آلبوم رنگی از رز از نظر من بهترین پروژه تولید شده توسط رز هست که فکر نکنم با وضعیت فعلیش دیگه بتونه از این کارا بکنه. شماره 7 انفراد از فرشاد و بامداد. یکی از بهترین سگانه های رپ فارسی که ترکیب فرشاد و بامداد کونی بود همین آلبوم بود. هر سه تا ترک آلبوم از هر لحاظ عالی بودن. شماره 6 من از امیر خلوت. احتمالاً دوران اوج خلوت برگرده به دوران همین آلبوم من. واقعا اگه خلوت تو همین شرایط ادامه میداد و چونی بازی در نمی آورد جز بهترین رپرهای ایران و تاریخ رپ فارسی میشد. ولی خب رید به هر حال آلبوم من رو گوش بدید. شماره 5 کرم شایه. شایه آلبوم کوتاه قابل تقدیر که بشه تو این لیست گذاشت زیاد داره، ولی خب نمیشد همش رو گذاشت، پس تصمیم گرفتیم کرم رو که اتفاقا اولین آلبومش هم هست بذاریم. شماره 4 ساخت ایران از قاف. این آلبوم با حضور سفیر و داریوش یکی از قوی ترین تولیدات ملتفت هست که دیگه فکر نکنم با این وضعیت فعلی قاف بازم شبیهش رو بشنویم. شماره 3 شبان ات با تنهایی. سگانه صادق و حسین که مربوط به دوران اوج کاغذه و احتمالاً قوی ترین سگانه تاریخ رپ فارسی باشه. شماره 2 آوار از علی سورنا. ادعی هستن که معتقد هستن آلبوم آوار اوج سورنا بود و قوی ترین پروژه‌ای که از سورنا تولید شده بود همین آلبوم آوار بوده باشه. شماره 1 آلبوم عدل از فدایی. و اما میرسیم به شماره 1 و اوج اشکان فدایی. آلبوم عدل یکی از بهترین پروژه های فدایی، ملتفت، مهدیار و کلن رپ فارسی که بعد اون هر چقدر زور زدن نتونستن مثلش رو تولید کنن. بالاخره ویدیو تموم شد. یه سری از آلبوم ها بودن که نشد بذاریم، مثل آلبوم های شایع، صادق، جیدال و یا حتی آلبوم دیگر، ولی دیگه خواستیم 25 تا بذاریم تا ویدیو خیلی طولانی نشه و بشه تا آخر دیدش. پس تا ویدیو دیگه خدافظ.